عرض ادب، امیدوارم حالتون خوب باشه. یه سال خیلی جالب و چالشی از سهمی تو کتاب های دهم هم بود، تو کتاب های یازدهم هم مفصل در مورد چرف زده شد. به این سوال دقت کنید، اگر سهمی فیکس از این نقاط عبور کند، حاصل اف به ده کدام است؟ توی حالت روتین بچه ها برای اینکه این سوال حل کنن، معادله استاندارد سهمی رو می‌نویسن، AX2 به اضافه BX به اضافه C، و بعد این سه تا نقطه رو تو معادله استاندارد جایگذاری میکنن، سه تا رابطه در میان، دستگاه سه معادله سه مجهولی رو حل میکنن، آبیوسی به دست میاد و مثلا میشه. اما برای حل این سوال یه تکنیک خیلی ساده وجود داره. تکنیک چیه؟ یادتون هست میگفتیم اگر سهمی دارای دو تا ریشه باشه، معادله سهمی میشه K در X منهای آلفا و X منهای بتا. شما فرض کنید که این آلفا و اینم بتا، فقط کنارش معادله خطی که این دوتا نقطه دارن ازش عبور میکنن رو هم میمیسیم. با همین کار رو بکنیم، ایگرگ یا همون اف ایکس من مساوی میشه با کا در ایکس منهای آلفا 22، ایکس منهای بتا 18. معادله خطی که این دوتا نقطه رو هم دیگه وصل میکنه شیبش 2، پس میشه 2x. و اگر هر کدوم از این نقاط رو توی صدق بدیم، عرض از مبدأش هم در میاد 19. حالا با توجه به اینکه من معادله سهمی رو بر اساس نقطه اولم و نقطه دومم نوشتم، کافیه نقطه سوم رو توی این سهمی صدق بدم، یعنی 17 و 10 رو توی صدق بدم. پس F 17 مساوی 10. یعنی چی؟ یعنی 10 مساوی میشه با K 17 منهای 22، 17 منهای 18، 2 تا 17 منهای 19. 10 مساوی میشه با 17 منهای 22 میشه منهای 5، یه منهای اینجا داره میشه مثبت 5، میشه 5 کا، اینم میشه 34 منهای 19 که میشه 500. پس بنابراین 5 کا میشه منهای 5 کا میشه منهای 1. کار رو پیدا کردم، تو معادله اصلیم صدقش میدم، fx مساوی میشه با منفی x منهای 22 در x منهای 18 به اضافه 2x منهای 19. سوال از من چی رو میخوام؟ f10 رو میخوام. خب برای اینکه f10 رو پیدا کنم، به جای x میذارم 10، f10 مساوی منفی 10 منهای 22 میشه منهای 12، 10 منهای 18 میشه منهای 8، 20 منهای 19 میشه 1. خب این عدد 96، یه منها میخوره میشه منهای 96، با یک جمع میشه میشه منهای 95، یعنی گزینه الف. امیدوارم لذت برده باشید.